سلام بر شما و خبر شش خوش آمدید. امروز پنج شنبه برابر است با 27 اسد سال 1401. سرخط تأکید رهبر امارت اسلامی بر تعامل با جهان و میگوید در چارچوب شریعت آماده تعامل با جهان است. دوک دی افغانان نور نازوری پریدی دا بیچاره ولس دا غریب ولس دا سرشار غیرتمن ولس تخپل زندگی تا پریدی. خاک سپاری قربانیان انفجار مرگبار دیروز در کابل. به گفته فرمانده امنی کابل در این رویداد 21 تن جان باختند و 33 تن دیگر زخم برداشتند، اما گواهان تلفات را بیشتر از این میدانند. مرد در شهر بازار میگردد که از بنان ناره که ما سبکی زنده میرم بخوانیم از بازار از بازار زنده پس بیاییم بخوانیم. سیاست بیشتر بوده که هم نبوده. مولایی صاحب مجد خیلی مردم اشتباه خواندن توافقنامه دوحه از سوی جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید. فکر می کنم تاریخ در واقع ثابت ساخت که این یک توافقنامه خطرناک بود. هدف را که طالبان دنبال می کردن خروج امریکا و ناتو از افغانستان بود. تأکید ملل متحد بر افزایش سرمایه گذاری در افغانستان. و کشته شدن 20 تن در یک حمله موشکی روسیه در خارکیف اوکراین. من سبقه سپر هستم با مشروع خبرهای ساعت. مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در سخنانی در نشست مردمی قندهار میگوید که دخالت هیچ کس را در برابر نظام نمیپذیرد، اما در چارچوب شریعت آماده تعامل با جهان است. در هنگام سخنرانی رهبر امارت اسلامی در نشست مردمی قندهار اجازه پوشش رسانه‌ای به خبرنگاران داده نشد. در همین حال سرپرست وزارت خارجه میگوید که تا اکنون امارت اسلامی توانسته است از توافق از افغانستان به خوبی نمایندگی کند و تلاش ها برای داشتن تعامل افغانستان با جهان ادامه دارند. در نشست کندهار نزدیک به 3000 تن به شمول عالمان دین و بزرگان قوم شرکت کردند. رهبر امارت اسلامی در این نشست گفته است که به هیچ کس اجازه دادن نخواهد شد تا نظام را اخلال کند، اما افزوده است که در چارچوب شریعت آماده تعامل با جهان است. از سوی دیگر سرپرست وزارت خارجه از تلاش ها برای داشتن تعامل افغانستان با جهان سخن می زند. دوک دی افغانان نور نازموی پریدی دا بیچاره ولس دا غریب ولس دا سرشار غیرتمن ولس تخپل زندگی تا پریدی. او افزود که در مدت یک سال با کسانی که در 20 سال گذشته با آنان جنگیدند به گفتگو نشسته است. افغانستان به نور دی ابر قدرتونو دی مقابله دگر نمیدوا او دی افغانستان خاوره به هیچ اپوزیت نه استعمالی. هر دی هیواد مقدس سرحداتو تا داسیو لیش نستا چه هغا دی اسلامی امارت پا هغی باندی سلطنوی. توانمندسازی اقتصادی، آموزش دختران و ایجاد تسهیلات برای بازرگانان از خواستهای دیگر شرکت کنندگان در این نشست بودند. شغل بنات دست تاسی لونی دی، دست تاسی بناتی دی، دیت زمینه برابرول ده تعلیم، اما داد افغانان و ده توقو ده، داد افغانان خواهش دی، داد افغانان ده حالت واری. تاسو پر خپل خصوصی سکتور بندی باور وکی. ستاسو خصوصی سکتور به انشاءالله تعالی افغانستان تا بشپر اقتصادی ازادی مرو بخشه. پس از نشست عالمان دین در تالار لوی جرگه، این دومین نشست عمومی در یک سال پسین در کشور است. شمار جانباختگان انفجار مرگبار روز چهارشنبه در مسجدی در کوتل خیرخانه کابل به بیش از 20 تن رسیده است. به گفته فرمانده امنی کابل در این رویداد 21 تن جان باختند و 33 تن دیگر زخم برداشتند، اما گواهان شمار قربانیان و زخمیان این رویداد را بیشتر از این میدانند. انفجار روز گذشته در مسجد صدیق اکبر هنگامی رخ داد که مردم در حال ادای نماز شام بودند. این رویداد با واکنش های نیز روبرو شده است. فرشاد داریوش. اینجا هدیره منطقه قصبه شهر کابل است، جایی که شماری از قربانیان انفجار دیروز مسجد صدیق اکبر از مربوطات حوزه 17 امنیتی شهر کابل به خاطر خاکسپاری به اینجا آورده شدند. حبیب الدین که غم از دست دادن پدرش 60 ساله‌اش را زمین گیر کرده است، با سختی لب به سخن می گشاید.
نماز شام بود، یار نماز میردم مسجد. گرام باز کرد ما فهمیدیم بودم مسجد است. خبر شدیم برسیم دویده کشیدیمش. امنیت نیست. خب مردم در شهر بازار میگردد که از اطمینان نوره که ما سبکی زنده میرم بخونیم. از بازار زنده پس بیاییم بخونه. از سوی هم فرماندهی امنیه کابل آمار جان باختگان انفجار مسجد صدیق اکبر را 21 تن و زخمی ها را 33 تن میگوید. یویش هیوادوال شهیدان شویدی دیدی ترسنگ دری دیرش نور تپیان شویدی دی پیخ پر محل بانده سیمه تامونیتی زوکونه رسیدلی و تر دی دمه پوری پلتکی دی چی دی پیخ جنیتکاران پیدا و دی قانون منگولو تای وسپاری. شماری از باشندگان این بخش شهر کابل آمار تلفات انفجار روز چهارشنبه را بیشتر از آمار میدانند که از سوی فرماندهی امنی کابل اعلام شده است. اثر بیشتر بوده که هم نبوده. مولایی صاحب مسجد خیلی مردم طالب های که از ولایت های دور بود تفلک ها خیلی شهید ها بودن. تلخ شود، امنیت شود، دیگه بایان بالا بمیگوید مسکین بیچاره هزم شهیده که از دیگه قتل نشه، قتل بس است. چی دهو دیدین، چی دیدین؟ از مرگم نمی ترسم. امیر محمد کابولی، امام مسجد صدیق اکبر نیست یکی از جان باختگان رویداد روز چهارشنبه است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. انفجار روز چهارشنبه با واکنش های نیز روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین و فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا این انفجار را جنایت ضد بشری و دشمنی آشکار با مردم افغانستان می دانند. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید تصمیم دونالد ترامپ را برای امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان یک اشتباه بزرگ میداند. جان بولتون در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید که اوضاع در یک سالگی برگشت دوباره طالبان به قدرت نشان دهنده چنین چیزی است. از سوی هم او انتقادات از زلمه خلیزاد را در باره امضای توافقنامه دوحه نادرست میداند، زیرا به گفته بولتون خلیلزاد در این توافقنامه نقش بیشتری نداشت. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان را یک اشتباه بزرگ میداند. فکر میکنم تاریخ در واقع ثابت ساخت که این یک توافقنامه خطرناک بود. هدفی را که طالبان دنبال می‌کردند خروج آمریکا و ناتو از افغانستان بود. هر چیز دیگر آن فرعی بود. آنان فقط منتظر زمان بودند. من این را می‌دانستم. بنابراین آنان در دوحه تعهد دادند و همچنان از آمریکا وعده خروج را گرفتند که حالا به حقیقت مبدل شده است. از سوی هم در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از بهر امضای این توافقنامه با انتقادهای روبرو است، اما آقای بولتون میگوید که تصمیم نهایی درباره توافقنامه دوحه از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور گرفته میشد. باید واضح بگویم او فرمانهای از سوی رئیس جمهور ترامپ و وزیر خارجه پامپیو دریافت میکرد. بنابراین هر گونه نقدی که بر اجرای خلیلزاد وجود دارد باید درک شود، چون ترامپ و پامپیو او را رهنمایی میکرد. بولتون بیرون شدن نیروهای آمریکایی را از افغانستان به سود کشورش نمیداند. بسیار حراس دارم و میدانم که تلاش ها در برابر معلومات از افغانستان ناتکمیل هستند. میزان خطر بالاست و اگر ما در آنجا بودیم شانس بهتری برای شناسایی برنامه های حمله حراس افغانی پیش از انجام آن را می داشتیم. اکنون ما به گونه کامل نابینای این همه نیستیم و در این زمان یقیناً که در موقفی که در یک سال پیش بودیم نیستیم. اما طالبان همواره آمریکا را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده و گفتند که کابل به این توافقنامه پابند بوده است. انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که افغانستان با بحران‌های اقتصادی و بشری روبرو خواهد شد. نهادهای بشر دوستانه در این انستیتیوت اوضاع افغانستان و چگونگی کمک های آمریکا را به بررسی گرفتند و بر بنیاد این بررسی تحریم های اقتصادی و محدودیت های جامعه جهانی بحران انسانی را در افغانستان سرعت بخشیده است و زنان و کودکان از این راه گذر بیشتر آسیب دیدند. اما وزارت اقتصاد
اقتصاد حکومت سرپرست میگوید که قطع کمک ها و منجمد ماندن دارایی های کشور بر مردم اثر منفی گذاشته است. تمیم شهیر جزئیات میدهد. نهادهای بشردوستانه به شمول سازمان نجات کودکان و شورای پناهندگان ناروی اوضاع افغانستان را نگران کننده خواندند. این نهادها در اینستیتوت صلح امریکا میگویند که بحران اقتصادی تمام جمعیت افغانستان را در گرسنگی قرار داده است و بانوان بیشتر از دیگران آسیب دیدند. بحران سه عامل دارد. اول اینکه افغانستان از دسترسی نداشتن به پول نقد یا نقدینگی رنج میبرد. لغو اعتبارنامه بانک مرکزی افغانستان انتقالات بانکی را متوقف کرده است و سپس جریان نقدینگی در داخل کشور با محدودیت روبرو است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که محدودیت بر انتقال پول روند داد و ستد را در افغانستان با مشکل روبرو کرده است. دای اوری را جدی ستون زده در افغانستان در تجارت تفاره، در افغانستان در اقتصاد تفاره. نه تنها دا چه در افغانستان پر تجارت و اقتصاد ناوره اقیزه وکړه، بلکه عمومی در خلکو پر جند باندی هم بد اثر پری خستو. سازمان نجات کودکان می گوید که به علت بحران اقتصادی 97% خانواده ها در افغانستان قادر به تامین نیازمندی هایشان به ویژه خوراک و مراقبت های پزشکی نیستند. اما وزارت اقتصاد مهمترین عامل مشکل اقتصادی کشور را قطع کمک های جامعه جهانی می داند. قطع کمک ها و منجمد شدن دارایی مردم افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا است که تاثیرات منفی روی وضعیت معیشتی و ناامنی غذایی در افغانستان داشته و مردم را تحت تاثیر قرار داده است. بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان در 8 کشور و 11 بانک منجمد شدند. به باور شمار از آگاهان مسائل اقتصادی، اگر این دارایی ها در بخش بشردوستانه هزینه شوند، ارزش افغانی بسیار کاهش خواهد یافت. یک نهاد آموزشی برای بیش از 1000 دانش آموز دختر زمینه آموزش را در شهر کابل فراهم کرده است. مسئول این نهاد میگوید برخی از نهادهای خارجی آموزشگاه آنان را حمایت میکند، در حال حاضر حمایتهایشان نیز کم رنگ شده است. در همین حال برخی خانواده های دانش آموزان بالاتر از صنف ششم خواهان بازگشایی مکتب های دختران هستند. اسما ساین گزارش میدهد. همزمان با اجازه نیافتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، یک نهاد فعالیت‌های آموزشیش را به دانش آموزان توسعه داده است. مسئول این نهاد می‌گوید که پس از بسته شدن مکتب برای دختران، شمار دانش آموزانش به 1000 دانش آموز افزایش یافته است. حکومت امارت اسلامی برپا شد، تعداد شاگردای ما خصوصا دخترها بیشتر شدند، چون مکاتب برایشان بسته شدند و هر کدام از به یک امید میان. سمیرا و هانیه که دانش آموز صنف 11 هم هستند میگویند که هیچ نشانه برای بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب ها نمیبینند. نه تنها ما، بلکه میلیون ها دختر در افغانستان است که از درس و تعلیم ماندن. چرا این حق ما نیست؟ ما حق ما را میخواییم، ما میخواییم تحصیل داشته باشیم، درس بخوانیم. اما لباس های مکتب خودانم تایه آماده موندیم، گفتیم بریم. امی رفتیم پیش مکتب که امی رسیدیم دیگه، متاسفانه دروازه مکتب بسته بود، گفت که نشودش رو. همزمان با این برخی از خانواده های این دانش آموزان خواستار بازگشایی هر چیز زودتر دروازه مکتب های دختران برای دانش آموزان شده اند. امارت اسلامی می خواهیم که مکتب ها واش شود، که دخترای ما به درس خود برای یک سال است که از درس ها بخی پس ماندن. ما به خاطر از امو در این مکتب آوردیم شانه که از درس ها پس نمانه، باید در مکتب ها واش شود. از سوی هم شماری از آموزگاران در این نهاد میگویند که به گونه مجانی در این نهاد آموزش میدهند. دلایشان شکسته و اینا کاملا ناامید شدن و ما خواستیم که در اینجا بیایم امید شویم برای اینا و بتونن که اینا حداقل وقتشان سپری نشه و بتونن که اینا دوباره بیاین مو درس مکتب خود پیش ببرن و درس بخوانن. پیش از این سرپرست وزارت معارف گفته است که بسته ماندن مکتب های دختران انگیزه های فرهنگی دارد نه شرعی. بیش از یک سال می شود که مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم بر روی دانش آموزان بسته هستند.
بیماری اسهالات شدید در پکتیا افزایش یافته است و در سه ماه پسین 6000 بیمار که بیشترشان کودکان هستند به شفاخانه حوزوی این ولایت مراجعه کردند. این بیماران از نبود دارویی کافی در این شفاخانه شاکی هستند و میگویند که به علت فقر و ناداری خودشان نمیتوانند از هزینه شخصیشان دارو بخرند. در همین حال مسئولان بهداشتی در این ولایت میگویند که پس از بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب این بیماری نیز افزایش یافته است. ادامه خبر 6. برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید که برای حل بحران اقتصادی در افغانستان نیاز است تا سرمایه گذاری بیشتر انجام شود. معاون دبیر کل برنامه توسعه سازمان ملل متحد در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی گفته است که تعلیق کمک ها به بازسازی و توسعه افغانستان آسیب می رساند. در همین حال وزارت اقتصاد می گوید که با جلب سرمایه گذاری بیشتر در کشور زمینه کار برای مردم فراهم خواهد شد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید کمک های انسان دوستانه نمیتواند اقتصاد افغانستان را تقویت کند و باید سرمایه گذاری بیشتر انجام شود تا اقتصاد این کشور بهبود یابد. سازمان ملل و برنامه توسعه سازمان ملل متحد تلاش دارد که سکتور تجارت های محلی را به چرخش بیارد تا افغان ها خودشان برای خود مواد خوراکی تولید کنند. معاون دبیر کل برنامه توسعه سازمان ملل متحد در مصاحبه با شبکه CNBC میگوید نبود سرمایه گذاری از سوی نهادهای توسعه و سکتور خصوصی اقتصاد افغانستان را وخیم ساخته است و نیاز است تا با سرمایه گذاری در این کشور شغل به مردم ایجاد شود. وزارت اقتصاد میگوید این وزارت در تلاش است تا در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری شود. تلاش ما است که کمک های بشردوستانه با کمک های توسعه‌ای و انکشافی تغییر جهت بده تا در زیربناهای افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره و از این طریق ما فقر در افغانستان ریشه‌کن بسازیم. خوشبختانه علاقمندی کشورهای زیادی برای سرمایه گذاری با توجه به فضای امنیتی افغانستان وجود دارد. در همین حال برخی آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که عامل بحران اقتصادی در کشور قطع کمک‌های انکشافی، محدودیت‌های جامعه جهانی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان است. این باعث فروپاشی اولیه بخش خصوصی سیستم بانکی و به ویژه اقتصاد شهری شده است که نیازهای بشردوستانه عظیمی را تشدید کرده و در میان مدت باید از اقدامات برای افزایش تدارکات محلی باید با تلاش ها برای تقویت قابلیت های عرضه اقتصاد افغانستان صورت بگیرد. پیش از این دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می کنند و ممکن است امسال 900 هزار فرصت کاری دیگر در بازار کار از میان برداشته شود. و حال هم بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 70 پول، یک یورو 90 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 24 افغانی، 1000 کلدار هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 20 پول، 1000 کلدار پاکستانی 408 افغانی. با همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبر 6. از شما و از همکارانم سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.